با سلام خدمت همراهان همیشگی کانال لایف پورتال، امروز قصد داریم یه سری به سواحل محمودآباد مازندران بزنیم و از حال و هوای اواخر شهریور توی این مکان تفریحی مطلع بشیم. همونجور که میدونین محمودآباد یکی از شهرستان‌های استان مازندران هستش و قومیت غالبش قومیت تبری هستش. سالانه افراد زیادی برای گذران تعطیلات تابستانی و تعطیلات نوروزی به این مکان میان. وجود سواحل پهناور و دریای امن برای شنا باعث شده که این مکان خوبی باشه برای توریست ها تا بتونن از امکانات این مکان استفاده کنن. استان مازندران به خاطر نزدیکی به پایتخت و مرکز تهران سالانه جمعیت زیادی از افراد رو برای تعطیلات عید و تابستون پذیرا هستش و تقریبا میشه گفت یکی از قطب‌های گردشگری ایران محسوب میشه. دریای کاسپیان که در واقع بهش دریای خزر هم گفته میشه یکی از قدیمی ترین دریاهای کره زمین هستش که در گذشته دریاچه شناخته میشد، ولی بعد از اینکه رود ولگا رو به این دریاچه وصل کردن طبق تعریفی که وجود داره میشه اون رو دریا نامید. دریای مازندران یا کاسپیان دارای انواع و اقسام موجودات آبزی هستش که معروفترین اون ماهی سفید دریای مازندران هستش که در نوع خودش بی نظیره. وجود ماهی‌های خاویاری و عمق بیشتر در آب‌های سرزمینی ایران باعث شده که این دریا بیشترین میزان سخاوتش رو در میون 5 کشور برای کشور عزیزمون ایران داشته باشه. جمعیت شهرستان محمودآباد مازندران حدود 40,000 نفر هستش و میشه گفتش که یکی از جاذبه های گردشگری شمال ایران محسوب میشه. در کنار این مکان متلقو، نمک‌آبرود و رامسر هم وجود داره که از دیگر اماکن تفریحی شمال ایران محسوب میشه. تفریحات دریایی باعث میشه که ما به خاطر اون جوش و خروشی که توی امواج آب وجود داره و صوت‌هایی که ازش میشنویم حس آرامش به ما القا بشه و در واقع به نوعی بتونیم غم‌هایی که وجود داره رو فراموش کنیم. یکی از روش‌هایی که برای تسکین آلام وجود داره سفر به سواحل توسط روانشناسا اعلام شده و همیشه علاوه بر این که خود سفر میتونه خیلی از رنج‌ها و حالا مصیبت‌هایی که وجود داره رو به ما کمک کنه فراموش کنیم، خود وجود دریا و این سخاوت و گستردگیش هم میتونه کمک کننده باشه. استان مازندران
پیش از ورود اسلام به ایران تبورستان نامیده میشد که در واقع برگرفته از نام قومی به نام تبور هستش و پس از اسلام این قوم تبری نام گرفت و اسم مازندران هم به تبرستان تغییر پیدا کرد. نام قدیم محمودآباد اهلم بوده و در واقع یکی از بنادر مهم تبرستان محسوب می شده. اهلم امروزه در شمال غربی محمودآباد واقع شده و میشه گفتش که دیگه اون فعالیتی که قبلا و اون اهمیتی که قبلا داشته رو از دست داده. خب ما توی چند سال گذشته یه مقداری در مورد محیط زیست کم توجهی های اتفاق افتاده و تجاوزاتی به محیط زیست طبیعی استان مازندران صورت گرفته که خدا رو شکر توی چند سال گذشته با این امر مقابله شده. ویلاسازی ها و تغییر کاربری زمین های کشاورزی باعث شده که اقتصاد مردم مازندران دچار تغییر و حتی نقصان بشه. در واقع خیلی از افرادی که در گذشته به فعالیت هایی مثل کشاورزی و دامداری مشغول بودن به علت اون حال و هوایی که برای ساخت ویلا داشت زمین هاشون رو از دست دادن و خیلی از در واقع زیرساخت هایی که برای تأمین آب و کشاورزی بود دچار کاهش شده که این امر نه تنها اقتصاد مردم این ناحیه رو تحت تأثیر قرار داده بلکه میشه به نوعی گفتش که ایران عزیزمون رو هم دچار کمبود تولید برنج ایرانی که یکی از مرغوب ترین برنج های دنیا هست کرده. این موضوع در چند سال گذشته در دانشگاه مازندران مورد تحقیق آکادمیک قرار گرفته و طرحهایی برای در واقع احیای زمین های کشاورزی و استفاده از روش های نوین برای مکانیزه کردن کشت و تولید مازندران انجام دادن و امیدواریم که توی چند سال آینده شاهد احیای تمامی زمین ها باشیم. وقتی که به نقشه ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در واقع این دریا ما رو به روسیه که یکی از در واقع کشورهای ابرقدرت هستش متصل می‌کنه و فکر می‌کنم سرمایه‌گذاری و اتفاقات خوبی که تو این چند وقت توی در واقع سواحل این دریا انجام شده میتونه در واقع خیلی کمک کنه که ما اقتصادمون رو بتونیم به سمت اوروسیا و کشورهای حاشیه دریای کاسپیان افزایش بدیم. در گذشته
و حتی در زبان رایج برخی کشورهای حال حاضر این دریا به دریای قزوین معروف بوده و به قولی میشه گفتش که کاسپیان هم انگلیسی شده قزوین هستش. البته قولای مختلفی در این زمینه وجود داره. بعضی ها میگن کاسپیان ها یک قومی در قفقاز بودن که سفید پوست بودن و این دریا به نام اونها نامگذاری شده، اما حتی در حال حاضر در کشورهای عربی این دریا به دریای قزوین شناخته میشه. من میتونم به جرأت بگم که وجود سواحل شنی و دریای غیر صخره‌ای آروم یکی از نعمت‌های در واقع خیلی نادر هستش. خب ممکنه شما بینندگان مثلا دیده باشین حالا سواحل مثلا اقیانوس‌ها و غیره رو دیده باشین. یکی از مشکلاتی که آب‌های اقیانوسی دارن و من به شخصه حداقل این رو توی تجربه شخصیم دیدم این هستش که شما امکان شنا توی آب‌های اقیانوسی رو ندارین، چون به شدت دماشون پایینه. و حالا اگر مثلا لانگ بیچ کالیفرنیا رو شما در نظر بگیرین، درست شنهای سفید و قشنگی داره، ولی شایدی تا 10 متر بیشتر داخل آبش نتونین برین و شدت سرمای آبهای اقیانوسی این امکان رو از شما خواهد گرفت که بتونین مثل دریای مازندران از این آب استفاده کنین. همچنین یه مشکل دیگه ای که در واقع خیلی از سواحل دارن مشکل وجود صخره ها و در واقع سختی های طبیعی هستش که توی آب ها وجود داره. وجود صخره های تیز و حالا برنده یا صخره های مرجانی که در واقع خود مرجان های دریایی هم به نوعی برنده هستند، این امکان رو از در واقع شنا کردن سیف داخل این آب ها میگیره. بنابراین وقتی ما در مورد موهبت دریای مازندران صحبت میکنیم، مشخصا منظورمون یک در واقع پدیده نادری هستش که شما هم یک دریای نسبتاً آروم و شنی رو دارین که حداقل توی 6 ماه از سال قابل شنا کردن هستش. علاوه بر این نزدیکی جنگل و وجود کوه این مکان رو واقعا منحصر به فرد تر میکنه. در مورد بافت شهری محمودآباد اگر بخوام براتون توضیح بدم، میتونم بگم که محله توسکا یکی از قدیمی ترین محله های محمودآباد هستش و سراح محمودآباد که توی مرکز شهر هستش، شهر محمودآباد رو به 3 قسمت شرقی، غربی، جنوبی تقسیم میکنه. گردشگری و ماهیگیری از عمده کارهایی هستش که به اقتصاد این منطقه کمک میکنه و حالا کشاورزی رو هم میشه دسته‌بندی کرد، ولی نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده
اما هنوز هم افرادی هستن که در شهر محمودآباد که زمین‌های کشاورزیشون رو حفظ کردن. بازار محمودآباد توی شهرهای کوچیک اطراف محمودآباد یه مرکزیت خاصی داره و شهرک‌های توریستی زیادی توی چند سال اخیر در اطراف شهر محمودآباد رشد کردن. شهر محمودآباد 4 پارک داره که میشه پارک در واقع ملت، مرکزی، لاله و پارک تاهباز. در امتداد ساحل محمودآباد طرح‌های سالمسازی دریا هم دیده میشه و هتل‌ها و امکانات اقامت زیادی برای گردشگرها فراهم شده و من فکر میکنم که سفر به محمودآباد و استفاده از این امکانات خالی از لطف نیست. لحظه غروب آفتاب رو میبینیم و در اینجا خیلی ممنونم از تمام حمایت ها و پیام های خوبتون که برای ما ارسال میکنیم. ما همیشه منتظر نظرات شما هستیم و خیلی ممنونیم که نگاه های زیباتون رو به ما هدیه میدیم.
اگر هر پیشنهادی، انتقادی از برنامه‌های کانال ما دارین، لطفاً توی کامنت ها برای ما ارسال کنین و اگر از کانال ما خوشتون اومد حتما یادتون نره که سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو بزنین تا از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشین. خیلی ممنونم. تا دیداری دیگر، بدرود.